ناصرالدین شاه که به مگس ماده رحم نمی‌کرده، جای تعجب داره که به یه دختری در طول تاریخ دست رد زده باشه، ولی واقعا این کارو کرده. سلام، خیلی خوش اومدید به چنل جوک سبز. علی ترابی هستم و در این قسمت از برگی از تاریخ می‌خوایم بپردازیم به ماجرای دختری بدشانسی که ناصرالدین شاه بهمون دست رد زده. ناصرالدین شاه یک اخلاق خیلی بدی داشته و اینم این بوده که دوست نداشته اسرار سلطنت به بیرون درز پیدا کنه. ناصرالدین شاه اونقدر به مقام سلطنت اهمیت میداده که دوست نداشته کسی بدونه که ناصرالدین شاه هم بینی خودشو با دستمال پاک میکنه. سر همین قضیه دستمالای خودشو سر به نیست میکرده. ناصرالدین شاه زمستونا دستمالای خودشو داخل بخاری مینداخته و تابستونا یواشکی میرفته میگفته من میخوام پیاده روی کنم، وسط باغ میرفته و یواشکی نگاه میکرد و اونور میدید کسی حواسش نیست، دستمالا رو پرت میکرد. در یکی از این روزها یکی از خواجه ها متوجه این راز ناصرالدین شاه میشه. این خواجه رفته بوده بازار برای خرید و انجام کاری که اونجا آشنا میشه با عبدالحسن معمارباشی، یکی از آدمای سطح بالای جامعه بوده که این آدم سطح بالا دوست داشته که با خانواده ناصرالدین شاه وصلت داشته باشه و خودش یه جورایی وصل کنه به دربار که بتونه از این ور یه اختلاسای ریز و درشتی هم انجام بده. میره با این غلامه صحبت میکنه، یه ذره براش چای و شیرینی میاره و جویای احوالش و اینجور چیزا میشه، یه ذره تر رفاقت میرزه که با شکست مواجه میشه و غلامه میگه آجی کار دارم، سریعتر کار ما رو را بنداز بریم. و متوجه میشه که غلام اهل رفاقت و اینجور چیزها نیست و فقط پول حالیشه که یک کیسه زر بهش میده و میگه حاجی ما میخواییم با ناصرالدین شاه وصلت داشته باشیم و بیایم دربار، وقتی اومدم دربار هوا تو دارم، بیاین 10 سکه رو بگیر یه کاری کن ما وصل بشیم. که میگه داداش 10 سکه فقط، ما این 10 سکه چی کار میشه کرد تو این گرونی و وضعیت بد اقتصادی؟ 100 سکه بدی یه کاریش میتونم برات بکنم. اینم از سکه پول زیادیه، ولی دوست داشته دخترش به اندرونی شاه وارد بشه. سر همین 100 سکه رو به این غلامه میده. این خواجه هم میره پیش ناصرالدین شاه و هی صحبت میکنه که آره ربابه یه دختر خیلی شیک و با کلاس و خیلی دختر زیباییه. ناصرالدین شاه اخم میکنه و اونم میگه به چش خواهری دارم میگم، والا دختر خوبیه، شما که این همه تو اندرونیت را دادی اینم را بده. که ناصرالدین شاه عادت نداشته کسی رو ندیده بگیره، ولی در این یک مورد میبینه که غلام زیادی داره تعریف میکنه، میگه باشه حاجی، سرنوشت خواجه هم تو یکی این ویدیوها گفتم که چه بلایی بعد از مرگ ناصرالدین شاه سرشون میاد که اینجا میتونید ببینید. خلاصه این خواجه میره خبر رو به عبدالحسن معمارباشی میگه، اونم خوشحال میشه و خانم عبدالحسن معمارباشی تدارکات عروسی و جهیزی و اینجور چیزا رو میچینه و میگه که آقا زشت دخترمون اینجوری بره پیش ناصرالدین شاه، شاه مملکته، بریم برسیم بهش، کلی جواهرات و طلا و اینجور چیزا، لباسای گرون قیمت و یه جوری دختر رو تعظیم میکنن که انگار از دماغ فیل افتاده. هر کی وارد اندرونی میشده دیگه خارجی نمیشده. اونم به این دلیل بوده که ناصرالدین شاه یک غیرتی بوده، دو دوست نداشته اسرارش رو بیرون درس پیدا کنه. ناصرالدین شاه تو دوران نوجوانی بس فعالیت‌های زیادی داشته دچار یه بیماری شده بوده که بیماریش هم اینجوری بوده که ناخودآگاه دست خودش نبوده، کنترل نداشته و شورت‌های ناصرالدین شاه خونی می‌شدن. سر همین قضیه هم همون غلامی که گفته بودم مسئول رسیدگی به شورت‌های ناصرالدین شاه بوده که وقتی ناصرالدین شاه به حموم می‌رفته یواشکی این شورت‌ها باید سر به نیست می‌کرده و شورت جدید به ناصرالدین شاه می‌داده. سر همین قضیه هم ایشون هم این شورتا رو میگرفته میشسته و میفروخته و سر به نیست نمیکرد. در کل بگذریم، این اسرار نباید به بیرون درس پیدا میکرده و سر همین تمام زنهای اندرونی تا آخر عمرشون باید تو اندرون میموندن و میپوسیدن. برگردیم به داستان اصلی. این رباب آماده میشه و وارد قصر ناصرالدین شاه میشه. به محض اینکه ناصرالدین اینجا چشش به این میفته یه نگاه سر تا پا میکنه و میگه حاجی ردش کنید بره خونه باباش، نمیخوامش. همه تعجب میکنن آخه چی شده، داستان چیه، که هیچکی هم سر در نمیاره و ناصرالدین شاه با عصبانیت محفل رو ترک میکنه. این سه حالت داشته. حالت اول این که ناصرالدین شاه ناخودآگاه از این خوشش نیومده بوده. حالت دوم ناصرالدین شاه فهمیده بوده که اینو میخوان به این قالب کنن و انتخاب خودش نبوده و فکر میکرده آدم خوش سلیقه‌ایه. سر همینو رد میکنه که دیگران کسی جرئت نکنه همینجوری هی پیشنهاد بده به این. حالت سومم این بوده که دوچار اون مروزی که گفته بودم شده بوده و
حوصله فعالیت نداشته و سر همون مریضی دوست نداشته کسی از اسرارش آگاه بشه و سر همین دیگه حوصله نداشته و اینو ردش میکنه میره. نظر شما کدومه؟ این زیر حتما برام کامنت کنید. اگه به ویدیوهای تاریخی علاقه دارید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.